پوتولاد دوندولادزه ساعت‌های دراز زیر آفتابی سوزانی گرجستان غربی با چیدن برگی چای مشغول است. او چند همکاری دیگرش با عنوان سالخورده برای احیای صنعت چای کشور سهم می‌گذارند. زمان شوروی گرجستان 95% چای این کشوری پهنا را تامین می‌کرد و با پنج گونه استحصال کننده های چای جهان داخل می‌شد. ولی بعد از پاش خوردن شوروی چای پروری هم خاتمه یافت. حالا تدریجا وضع تغییر می‌یابد. برای چایچین سرعت کار خیلی مهم است تا که برگ بیشتر را با صفت خوب چیده تواند. البته این کار اگر دستی انجام شود بهتر است چون که شما می توانید برگ های خوب را جمع آوری کنید. در این صورت کارش بیشتر می شود ولی صفت مهمتر است و پول خوب هم دست می آورد. پوتولاد دوندولادزه چای پروری با تجربه است چون 40 سالی زندگیش را به این کار بخشیده است. در یک روز تا 20 کیلو برگ چای می چیند. این کشتزار چای در غرب گرجستان است. اقلیمش نمناک و برای برگ چای بدون مواد کیمیایی خیلی مساعد است. من تا حال 8 کیلوگرم چیدم. این بد نیست. هنوز اوج موسم چایچینی نرسیده است. در اوجش من تا نصف روزی 12-13 کیلوگرم می چینم. تیکت زگنیدزه یک چای پرور دیگر میگوید به این کار جوانها کمتر و بیشتر پیران سالان می روند. به گفته او جوانها دیهات را ترک می کنند و یا از راه های دیگر درآمد خود را تامین می کنند. ما اینجا آمده تلاش میکنیم حدی اکثر برگ زیاد جمع آوری کنیم. این کار هم از ناعلاجی است. چای پرورها در بین کار یک ساعت تنفس دارند. هر چیزی که از خانه آوردند سری یک پیاله قهوه با هم میبینند و از پی کار میشوند. آغاز صنعت چای گرجستان به میانه های سالهای 1800 برمیگردد. آن زمان چای را به طور تجربوی کشت کردند و آغاز سالهای 1900 این کشور در میان استحصال کنندگان بهترین چای در جهان یاد میشد. آن زمان هم برگهای جوان و نازکی دستچین چای طعم نوشاکی با صفت مردمی را تامین میکرد. در یک وقت از 3 برگ بیشتر کندن اجازه نیست. برگ کلان چای خوب نمیدهد. تا آخر سال 1920 گرجستان به تامین کننده 95% چای تمام اتحاد شوروی تبدیل یافت. ولی مقامات شوروی با نقشه های عظیمشان نهایت صفت چای را خراب کردند. چای خوب را با برگ های کلان و شاخچه ها آمیخته کرده مزه را ویران کردند. بعدی پاشخوری شوروی صنعت چای هم در گرجستان به گوشه فراموشی رفت. میدان های کشت خالی ماند و در نهایت مقامات در دوره استقلال از پی احیای آن شدند. حالا برای کشاورزان امتیازها می دهند و این کشور سال نکمتر از 3000 تن چای استحصال می کند.